بهره برداری امن از موبایل و اینترنت، زن، حقوق فردی و اجتماعی، سازوکارهای جلوگیری از نقض حقوق بشر، پویشی در مفهوم دموکراسی، مروری بر پایگیری نهادهای مدنی در ایران، اندیشه های نوین از حقوق کارگران، آموزش خبرنگاری، حقوق شهروندی امروز و محیط زیست. توانا، رایگان توانایی ما را به سمت انسان امروزین جهانی متمدن تازه می کند. برای شرکت در این کلاس ها به توانا.org بروید و با جیمیل مستعار ثبت نام کنید. از طریق فیسبوک، توییتر و شبکه یوتیوب می توانید آموزشکده توانا را دنبال کنید. توانا آموزشکده است برای جامعه مدنی ایران. سلام عرض میکنم به تمام حاضران. سومین جلسه از درس حمایت از حقوق زن رو امروز آغاز میکنیم. موضوع درس در ادامه حق زن بر بدنش هست که در جلسه گذشته به اون پرداختیم و این بار درباره حق حرکت زن در قوانین داخلی ایران و در قوانین بین المللی برای شما صحبت میکنم. روی مانیتور شما مطالبی رو میبینین، چکیدهی میبینین از اونچه که اهمیت داره و مورد بحث قرار میگیره در این جلسه. از جمله اونچه که در اعلامیه جهانی حقوق بشر بهش تذکر داده شده، مثل ماده 13 از این اعلامیه که میگوید هر شخص حق دارد در داخل هر کشور آزادانه رفت و آمد کند و اقامتگاه خود را برگزیند، یا اینکه هر شخص حق دارد هر کشوری از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خویش بازگردد. خب طبیعی است که وقتی میگوید هر شخص، این شخص میتواند زن باشد و میتواند مرد باشد. اگر که بخواهیم تعریفی داشته باشیم از موضوع درس امروز، باید بگیم که موضوع درس امروز ما آزادی حرکت هست. اگر تعریفی بخواهیم ارائه بدیم، آزادی حرکت مستلزم آن است که انسان در هر زمان بتواند از نقطه‌ای به نقطه دیگر رفته، در نقطه مورد نظر خود اقامت کرده، کار کند و این آزادی را داشته باشد که پس از خروج از کشور خود در هر زمان که بخواهد به آنجا برگردد. این تعریفه و میبینید که این تعریف به هیچ وجه از ابتدای انقلاب تا کنون در شیوه های سیاست های رسمی دولت ایران مراعات و ملاحظه نشده و یکی از آزادی هایی که بسیار بهش تعرض شده همین آزادی حرکت بوده. آزادی این که کسی از کشور خارج بشه و دیگر بار به کشورش برگرده بدون اینکه بتوانند ممانعت کنند از بازگشتش، یا اینکه براش اونقدر مشکلات به وجود بیارن که از دور از اون مشکلات با خبر بشه و تبدیل بشه به یک تبعیدی. پس بنابراین به صورت کلی این حق در ایران در مواردی بسیار غیر قانونی از شهروندان ایرانی هم از زن و مرد سلب شده. خب حق آزادی حرکت بدین معناست که هر انسانی همونطور که گفتیم بتونه هر نقطه ای از جهان رو که دلش بخواد انتخاب بکنه، سفر بکنه و برای این سفر احتیاج به اجازه و رضایت نه شخص دیگری داشته باشه و نه حتی دولت مطبوع خودش. در میثاق‌های جهانی غیر از اعلامیه جهانی حقوق بشر که به اون توجه دادم، این حق مورد تأکید و احترام قرار گرفته. از اون جمله در میثاق جهان، در میثاق حقوق مدنی و سیاسی است که دولت ایران همونطور که میدونید این میثاق رو
امضا کردیم و قبلا دربارش صحبت کردیم، یعنی هم بر اعلامیه جهانی حقوق بشر در همون سالهای پیش از انقلاب صحه گذاشته و هم اینکه دو میثاق متصل به این اعلامیه رو که بعداً از تصویب گذشته امضا کرده، از جمله میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی. ماده 12 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی متذکر میشه که هر کس قانوناً در سرزمین دولتی مقیم باشد، حق عبور و مرور آزادانه و انتخاب مسکن خود را در آنجا خواهد داشت، یا هر کس آزاد است هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند، یا هیچ کس را نمیتوان خودسرانه بدون مجوز از حق ورود به کشور خود محروم کرد. خب حالا ببینیم در برابر این تعهداتی که دولت ایران به عهده داره و مثل هر یک از اعضای سازمان ملل متحد لازمه که به این تعهدات عمل کنه تا در مجموعه جامعه جهانی این شهرت رو پیدا کنه که نزاکت‌های بین المللی رو مراعات میکنه، تعهدهای بین المللی رو مراعات میکنه، ببینیم که خب در قوانین داخلی ایران این تعهدات چگونه انعکاس پیدا کرده. در این صورت مجبوریم سراغ خیلی از مواد قانونی بریم که بعضیاش در تأیید این حق هست، ولی خب در اغلب موارد نسبت به زن و بر پایه جنسیت این حق نسبت بهش بسیار تعرض شده. مثلا در قانون مدنی ایران، در قانون مدنی ایران یک ماده‌ای هست که شمارش هست 1105 و بر پایه اون گفته میشه که در روابط زوجین ریاست خانواده از خصائص شوهر است. خب طبیعی است که وقتی که ریاست خانواده به این شکل روشن و شفاف به یک فرد خانواده داده میشه بر اساس جنسیتش، خب بقیه افراد قرار میگیرن زیر نفوذ و سلطه اون، و در اینجا مخصوصا کسی که همسر این رئیس هست طبیعتا اختیارات محدودی خواهد داشت در بسیاری موارد. در این خصوص پافشاری فعالان حقوق زن همواره این بوده که این ماده قانونی رو تجدید نظر کنن درش و اون تشیید مبانی زناشویی و رابطه زناشویی و حسن رابطه زناشویی رو ترجیح بدن بر اینکه بحث ریاست در خانواده رو در قانون مطرح کنن، که خب طبیعتاً تا کنون این مورد قبول قرار نگرفته. باید بگویم که این ماده قانونی پیش از انقلاب هم وجود داشته، ولی خب در اون موقع فعالیت های در جریان بود که اگر انقلاب اون فعالیت ها رو به طور کلی مخدوش نکرده بود، شاید زنان ایرانی توانسته بودن تا کنون این ماده قانونی رو تغییر بدن در ایران. بر پایه این ریاست که بعد یکی از مواد قانونی مربوط به قانون صدور گذرنامه ممنوع میکنه خروج زنان از کشور رو بدون رضایت رسمی و قانونی شوهر، و باز بر پایه این به اصطلاح ریاست هست که حتی در مورد فرزندان زیر 18 سال هم قانونگذار برای مادر هیچ گونه حقی قائل نیست که بتواند به هر دلیلی رضایت بده که فرزند زیر 18 سالش بتونه از کشور خارج بشه. این پدر هست و در غیبت پدر جد پدری است که باید تأیید بکنه خروج از کشور فرزند زیر 18 سال رو. در اینجا بین دختر و پسر قانونگذار تفاوتی قائل نشده، ولی تفاوت رو در اونجا میبینید که ملاحظه میکنید مادر هیچ نقشی نداره،
و یک موجود منفعل و زیر سلطه است از حیث حتی این رابطه مهم با فرزندانش. البته قانونگذار میگه که در موارد اضطراری میشود این اجازه رو از دادستان گرفت، اما چون موارد اضطراری رو تعریف نمیکنه، در نتیجه باز هم این امکان وجود داره که در تفسیر محدودیت به وجود بیاد و اون محدودیت آزادی حرکت زن رو مخدوش بکنه و آزادی حقوق مادرانه اون رو نسبت به فرزندان مخدوش بکنه، در حالی که میتونست این موارد اضطرار توضیح بده، مثلا بگه این بچه بتونه از تحصیلات بهتری بهره مند بشه چون امکاناتش وجود داره براش، یا اینکه اگر بیماره بتونه از امکانات درمانی بهتری بهره مند بشه، اگر معلوله بتونه دسترسی پیدا کنه به اون امکاناتی که در خارج از کشور ممکنه بیش از ایران وجود داشته باشه و انواع و اقسام. اما اون چه باعث شده که ما از قانونگذاران ایرانی مصرانه بخواهیم که ماده 18 قانون گذرنامه که مسبب اتفاقا 6 سال قبل از انقلاب هست رو مورد تجدید نظر قرار بده در مورد حق مرد برای تعیین تکلیف سفر همسرش؟ این است که این آقایون میگویند مطابق قوانین و احکام شرع زن حتی نمیتونه از خونه‌ام بیرون بره اگر شوهرش رضایت نده. خیلی این خیلی تفسیر که خودشون میگن رادیکال، حالا ما نمیدونیم تفسیر رادیکال یا تفسیر واقعیه، اینم نمیدونیم، برای اینکه خیلی ما تفاسیر مدونی از نواندیشی دینی در این باره ها ندیدیم، خیلی کلی بحث میکنن و حقیقتا میترسن از اینکه زیاده در چالش قرار بگیرن با فقهای سنتی یا فقهایی که به هر حال این گونه قانونگذاری رو مر اسلام میدونن. خب عرضم رو ادامه بدم در این مورد که چرا ما به خودمون اجازه میدیم در حالی که حکومت دینیه از دولت و این حکومت دینی بخواهیم که در این ماده قانون تجدید نظر کنه. چرا؟ وقتی که میگه ماده 4 قانون اساسی که همه قوانین و قرارات کشور باید به گونه ای تصویب بشه که در تعارض قرار نگیره با احکام اسلامی و شریعت، و فقهای شورای نگهبان هم ناظر است بر این موضوع و حق وتو داره در این موضوع، ما چطور به خودمون اجازه میدیم که یک همچین تقاضایی رو با صدای بلند مطرح بکنیم؟ به این دلیل که بعد از اینکه جمهوری اسلامی تأسیس شد، آقایان آمدن و قانونی گذروندن و مطابق این قانون گفتند که اگر که زن در وضعیتی قرار بگیره که حج برش واجب بشه، در این صورت رضایت شوهرش رو لازم نداره. زنانی که قصد حج تمتع دارن از شمول ماده 18 مستثنا می باشن و نیازی به اخذ اجازه از شوهر یا دادستان نخواهند داشت، که خب این حق رو شورای نگهبان با کمال میل برش صحه گذاشته. خب این رو داشته باشین. پس بنابراین اگر ما در شرع حکمی به این اندازه محکم و قطعی داشتیم که زن نمیتونه خانه رو ترک بکنه بدون رضایت شوهرش، یا این تفسیر واقعی از دین بود و تفسیری بود که همه بر سرش اجماع داشتن، نمیتونستن این قانون هم بگذرونن که مثلا زن بدون اجازه و رضایت شوهرش بتونه بره حج. میدونیم که کسی واجب الحج میشه که ثروتمند باشه و بسیاری از دیونشو تادیه کرده باشه، بسیاری از تکالیف دینیشو انجام داده باشه. پس بنابراین به نظر میرسه که قانونگذار در اینجا نه فقط جانب خانه کعبه و این سفر مقدس رو مراعات کرده، بلکه مثل خیلی دیگه از قانونگذاریاش توجه نشون داده به زنان متمکن
در حالی که ممکنه یک زنی متمکن نباشه و واجب الحج هم نباشه یا به هر دلیل قرار نباشه که بره حج، ولی بیمار باشه و از امکانات درمانیه که مثلا فرض کنید برادرش در خارج از کشور میتونه براش تامین بکنه برخوردار باشه، ولی اینجا شوهر رضایت نمیده به خروجش از کشور. پس میشه گفت که این قوانین که خیلی علاقه دارن بگن همش وحی آسمانیه، اونقدر هم وحی آسمانی نیست و ما نه تنها در این مورد بلکه در بسیاری موارد مشاهده کردیم که آقایون هر وقت برخورد میکنن با موانع جدی در همین احکام تجدید نظر میکنن و بعدم به هر حال یک دلایلی میارن، مثل وقتی که 20 سال خونبهای مسیحیان، کلیمیان و زرتشتیان بسیار ناچیز بود ولی بعد از 20 سال زیر فشارهای بین المللی و داخلی و زیر فشار ناظر ویژه بر حقوق بشر در ایران آقای موریس کاپیتر آمدند و این قانون رو عوض کردند، در حالی که قبلا میگفتن اصلا نمیتونیم عوض کنیم، هیچ وقت نمیشه که خونبهای مسلمان با این سه تا اقلیت مساوی باشه، ولی قانون گذاری کردن و توضیح هم ندادن که چرا قبلا 20 سال روی اون قانون تبعیض‌آمیز تأکید داشتن. پس بنابراین شدنی است و ما داریم درباره شدنی ها حرف میزنیم و نه نشدنی ها. اما متاسفانه هر بار که فعالان حقوق زن به صورت جدی این مسائل رو مطرح کردن، به جای اینکه به دقت به حرفای اونا گوش بدن و به دقت به مقتضیات اجتماعی و تحولات اجتماعی و وضعیت زنان کشور توجه نشون بدن، اونا رو دستگیر کردن و زیر فشار قرار دادن، طوری که خیلی از اونها مجبور شدن کشور رو ترک کنن. خب حالا این ممنوعیت خروج از کشور که ما بهش توجه دادیم، یه وقتایی هست که به این صورت رفت میشه که مرد اصلا میاد و اجازه میده و رضایت نامه کتبی میده. مشکل اینه که مرد میتونه هر وقت که دلش بخواد از این رضایتش عدول کنه و بره و یه نامه دیگری به صورت رسمی روی پرونده در اداره گذرنامه بذاره که دوباره زن ممنوع خروج میشه. اینا رو باید زنها توجه کنن و دقت کنن. از طرف دیگه زنهایی که در خارج از کشور به طلاق خارجی طلاق میگیرن یا طلاق داده میشن یا طلاق توافقی انجام میگیره، باید دقت کنن که اگر این طلاق دربارش طلاق ایرانی هم صادر نشده باشه و مخصوصا صیغه شرعی طلاق جاری نشده باشه، اگر بازگردن به ایران خیلی ممکنه که اون مردی که دیگه در خارج از کشور شوهرشون نیست ناگهان اونجا برای آزار دادنشون یا برای اینکه ازشون چیزی مالی رو بناحق بگیره یا به هر حال ازشون امتیازی بگیره ممنوع خروجشون میکنه و بعدم در محاکم و مراجع قضایی ایران میگه زنم هست، اونا هم قبول میکنن. پس بنابراین نکته ای که من خیلی تاکید دارم برای زنان ایرانی مقیم خارج این است که اگر طلاق خارجی هم دارند اصرار کنند و همزمان برن دنبال طلاق ایرانی و مخصوصاً مراجعه کنند به کنسولگری ها در امریکا هم که یه دفتری وجود داره در واشنگتن و اونها به هر حال راهنماییشون کنند و در مواردی کمکشون کنند که برن و به یک مرکز اسلامی اون مرد را متقاعد کنند که بیاد و صیغه شرعی طلاق جاری بشه که این مشکل رو بعداً نداشته باشن. و به هر حال این موضوع خیلی مهمه چون گاهی وقتا این زنها در ایران تأخیر پیدا میکنه بازگشتشون به کشوری که میزبانشون هست، محل اقامتشون هست و در نتیجه همون حق آزادی حرکت نه فقط تضییع میشه و بلکه منجر میشه به تضییع حقوق دیگری، مثل اینکه مثلا اگر شغلی در خارج دارن از دست میدن، اگر دارن در خارج تحصیل میکنن امکاناتش رو از دست میدن، اگر بورسیه‌ای دارن اونو از دست میدن، اگر بیمه‌ای دارن اونو از دست میدن
و به هر حال آدمیزاد در محل اقامتش معمولاً یک امتیازات و امکاناتی به دست میاره، فرصتهایی به دست میاره که اینا رو اگر تأخیر داشته باشه در بازگشتش به اقامتگاه از دست میده. ولی حالا ببینیم که این قانونگذار ما چه ضمانت اجرایی برای اینکه حق حرکت زن کاملاً در اختیار مرد باشه و اقامتگاهش کاملاً توسط مرد تعیین شده باشه، چه ضمانت اجرایی پیش بینی کرده و آیا این ضمانت های اجرا در قوانین داخلی ایران گنجانده شده یا نشده؟ این احتیاج داره به توضیح درباره دو ماده قانونی و دو موضوع بسیار مهم که یکی تمکین است، الزام به تمکین است که باید دربارش صحبت کنیم بیشتر، و یکی هم الزام به پرداخت نفقه از طرف شوهر. بهره برداری امن از موبایل و اینترنت، زن، حقوق فردی و اجتماعی، سازوکارهای جلوگیری از نقض حقوق بشر، پویشی در مفهوم دموکراسی، مروری بر پایگیری نهادهای مدنی در ایران، اندیشه های نوین از حقوق کارگران، آموزش خبرنگاری، حقوق شهروندی امروز و محیط زیست. توانا، رایگان توانایی ما را به سمت انسان امروزین جهانی متمدن تازه می کند. برای شرکت در این کلاس ها به توانا.org بروید و با جیمیل مستعار ثبت نام کنید. از طریق فیسبوک، توییتر و شبکه یوتیوب می توانید آموزشکده توانا را دنبال کنید. توانا آموزشکده است برای جامعه مدنی ایران. خب دیدیم که سوال مهم و اساسی که مورد بحث ما در این جلسه هست، یعنی مهمترین موضوعات حق آزادی حرکت در قانون مدنی ایران و اینکه حق حرکت رو چگونه قانونگذار بهش نگاه کرده در ارتباط با شوهر یا در ارتباط با فرزند که زن در جایگاه مادر هست. اما حالا یه سوال خیلی مهم برامون باید مطرح باشه که اقامتگاه زن شوهردار اصلا کجاست؟ وقتی که میگیم اقامتگاه زن شوهردار کجاست، منظورمون این است که از نظر قانونگذار ایرانی که این قوانین رو وضع کرده ببینیم که اساساً اقامتگاه زن شوهردار کجاست. ماده 1005 قانون مدنی میگوید که اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است. مذالک زنی که شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد و همچنین زنی که با رضایت شوهر خود و یا به اجازه محکمه مسکن علاهده اختیار کرده میتواند اقامتگاه شخصی علاهده نیز داشته باشد. خب بنابراین اینجا قانونگذار یک حقی رو کاملا از زن سلب کرده که عبارت است از اینکه خودش به استقلال بتونه اقامتگاهش رو انتخاب بکنه، ولی از طرفی مشروطش هم کرده به این که ممکنه که این زن حق رو برای خودش تثبیت کرده باشه. حالا باید ببینیم چه جوری زن میتونه این حق رو برای خودش تثبیت کنه. یا اینکه یک اقتضائاتی به وجود اومده، یک شرایطی به وجود اومده که به حکم دادگاه زن توانسته اقامتگاه خودش رو ترک میکنه و نه به میل شخصی. پس بین این دوتا باید شما همیشه تفاوت قائل بشید. آیا شما در جایگاه زن به میل شخصی اقامتگاه شوهرتون رو ترک کردید به سلیقه شخصی، یا اینکه بر پایه حکم دادگاه؟ این دوتا با هم دیگه از نظر عوارض و آثار و تبعات و نتایجی که برای شما داره فرق میکنه. از نظر اینکه حق رو برای خودتون تثبیت کنید، باید توجه داشته باشید به شروط ضمن عقد. یا در زمان وقوع عقد نکاح می توانید اجازه
مردی رو که انتخاب کردید برای همسری جلب کنید، رضایتش رو جلب کنید و زیر شرط ضمن عقد رو برای شرط برای تعیین اقامتگاه به سلیقه خودتون اون مرد امضا کنه. اگر امضا کنه نمیتونه دیگه زیرش بزنه، برای اینکه اینها شروط ضمن عقده و یک اصطلاحی هم داره و بهتره که شما از مشاور استفاده کنید، مشاور حقوقی، وقتی که میخواید این شرط رو بگنجانید در شرایط ضمن عقدتون. در این صورت هیچ وقت مرد نمیتونه شما رو به اتهام اینکه از اقامتگاه شوهر خارج شدید در دادگاه الزام به تمکینتون رو مطرح بکنه و بگه که این زن از من تمکین نمیکنه و ملزم هست به تمکین، برای همونجور که در جلسه گذشته گفته شد در حال حاضر قضات امروزی چون نمیتونن در خصوصی ترین رابطه زن و شوهر که بستر زن و شوهر است وارد بشن و نمیدونن کی واقعیت رو میگه، به صرف اینکه یه مردی بگه زن من ازم تمکین نمیکنه، یعنی تمناهای جنسی من رو در حالی که مانع شرعی وجود نداره اصلا بهش احترام نمیذاره یا اینکه بهش تمکین نمیکنه، این رو نمیتونه احراز بکنه مگر اینکه خود زن بگه بله درسته من انقدر از این مرد بدم میاد که اصلا تن نمیدم به همه آغوشی با این مرد. در این صورت کار بر قاضی آسون میشه، ولی در غیر این صورت قاضی همین که زنی که شرط ضمن عقد نداره برای تعیین اقامتگاهش خونه رو ترک کرده باشه، اگر که مرد بتونه ثابت کنه که این زن خونه رو ترک کرده ناشزه طلب نمیشه. ناشزه یک کلمه است که بار خیلی منفی داره برای مخصوصا زنانی که زندگیشون از طریق نفقه تأمین میشه، شاید برای زنانی که خودشون کار میکنن، درآمد خوبی دارن، آدم های مستقلی هستن، مسکن میتونن داشته باشن، بار منفی نداره و اهمیت میتونن ندن و دادگاه هم وقتی الزام به تمکین بفرسته اهمیت بهش ندن. ولی برای زنانی که از نفقه تأمین زندگی میکنن و نه بیمه دارن و نه فرصت‌های شغلی دارن و نه درآمد شخصی دارن و نه ثروت پدری دارن، بسیار بسیار بار منفی داره، به این معنی که قانونگذار میگوید که مطابق ماده 1114 زن باید در منزلی که شوهر تعیین میکند سکنا نماید، مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد، که این هم ماده قانونی است که من براتون شرحش رو دادم و در جای دیگری میگوید که مرد باید به زن نفقه بده، مجبوره که نفقه بده و همونطور که میدونی مردی که به زنش نفقه نمیده در حالی که زن از مرد تمکین میکنه حتی ممکنه زندان هم بره، حبس هم بشه. پس بنابراین یک تکلیف بسیار بزرگی هم اینجا برای مرد تعیین کرده. اما از طرفی این بحث تمکین رو کاملا چسبونده به حق زن بر استفاده از نفقه، به این معنا که ضمانت اجرا رو اینجا به وجود آورده، یعنی گفته که اگر زن تمکین نکنه، در اینجا ما مفهوم رایجش رو در نظر میگیریم که اگر اقامتگاه شوهر رو ترک بکنه این زن ناشزه تلقی میشه و نفقه بهش تعلق نمیگیره. اینجاست که به نظر میرسه نوعی مجازات که البته در این حالت مالیست برای زنی که تمکین نمیکنه به این معنی که خونه شوهرش رو ترک کرده در نظر گرفتن، ولی یه مجازات دیگه هم در نظر گرفتن که خیلی عاطفیه و صدمات روانی میزنه بزن و اون این است که کافیه که مرد ثابت بکنه که زنش خونه رو ترک کرده
بر نمی گرده. دفعه پیش براتون گفتم چگونه اظهارنامه میفرسته مرد و حرفای عاشقانه میزنه و زن بر نمی گرده، حالا به هر دلیل، و در این حالت هست که دادگاه نه فقط اجازه میده به مرد که نفقه نپردازه به اون زن چون ناشز است، و بلکه اجازه میده به مرد که تجدید فراش کنه، یعنی همسر دیگری رو به عقد نکاح خودش در بیاره، ولی اینکه زن هم رضایت نده، چون دیگه زن در این حالت در مقامی نیست که رضایتش از نظر دادگاه اهمیت داشته باشه. برای این میبینید که ضمانت اجرا داره، حق زن بر بدنش ضمانت اجرا داره که محدود شده، یعنی محدودیت حق زن بر بدنش در قوانین داخلی ایران ضمانت اجرا داره. محدودیت حق زن بر بدنش در جایی که تمکین و برآورده کردن تمنیات جنسی مرد در هر شرایطی مگر با وجود عذرهای شرعی مثلا دوران قاعدگی، شاید در بعضی رساله ها که اون دوران رو هم مستثنا نمی کنن. در هر حال اگر بدون این عذرها باشه دیگه زن بهش نفقه تعلق نمیگیره. ولی با همه این موارد منفی که درباره قوانین داخلی ایران راجع به بحث آزادی حرکت و آزادی اقامتگاه گفتیم، یه ماده در قانون مدنی هست به شماره 1115 که این ماده قانونی به زن اجازه میده که اگر احساس میکنه که جانش، مالش، شرافتش در خطر هست در خانه و محل اقامتگاه شوهرش، اینها رو بره دادگاه و ثابت بکنه. البته اثباتش کار بسیار مشکلیه، ولی به هر حال باید راه بیفت. الفاظ این ماده رو براتون میخونم: اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن می تواند مسکن علاحده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد. ببینید بسیار صریح و مهمه. و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است، نفقه بر عهده شوهر است. باز هم ببینید که چقدر این ماده شفافه، برای اینکه دست قاضی رو باز گذاشته که نگذاره که به زن با وجود اون محدودیت در اون خانه اجحاف بشه، یعنی خشونت ورزی بشه بهش، یعنی کلام تهدیدآمیز در اون خانه به کار بره. زن از نظر شرافتی و حیثیتی در خطر قرار بگیره. حالا چند تا موردش رو مثال میزنم، بقیه رو خودتون میتونید پیدا کنید. مثلا زنی که مورد خشونته، اگر که توانسته باشه هر بار گزارش پزشکی قانونی برای خودش تنظیم کرده باشه و به محکمه برده باشه، ولو این که محکمه اون رو بهش اجازه نداده باشه که مطابق این ماده قانونی عمل کنه و خانه رو ترک کنه، اگر باز هم تکرار بکنه و در موارد خشونت این پرونده های پزشکی قانونی رو روی هم دیگه بذاره، ممکنه که بتواند بالاخره در دل هر قاضی سنگدلی هم اثر بذاره و متقاعدش بکنه که این ماده 1115 قانون مدنی رو که مر شریعت اجرا بکنه و به زن اجازه بده که مسکن علاحده داشته باشه. یه وقت هست که مرد اصلا خشونت هم نمیورزه، ولی مثلا کلاه برداره، یا اینکه انقدر رفتار خلاف داشته که اون مرد انگشت‌نما شده و به تبع اون مرد زن هم انگشت‌نما شده در محله، در جمع خانواده، یا اینکه به لحاظ مثلا چک‌های بی‌معلومی صادر کرده
مرتبا میان در خونه، برگ‌های احضاریه میارن، مأمور میاد، پلیس میاد، آجان میاد، کمیته چی میاد، نمیدونم، همه انواع پلیس ها مرتبا دوربر این خونه در رفت و آمدن. خب این زن ممکنه که احساس بکنه که داره از نظر شرافتی و حیثیتی صدمه میخوره و دوست نداره ادامه بده این وضعیت رو. ممکن یک زنی هم باشه که بخواد پا به پای شوهرش حتی در این امور پایداری بکنه و ازش دفاع بکنه، ولی زنی هم هست که نمیخواد و به نظرش میرسه که شوهرش مقصره و نباید حیثیت و شرافت اون به این دلیل صدمه بخوره. این زن هم میتونه جمع‌آوری بکنه دلایلش رو، به شهود محلی استناد کنه، به معاینه محل استناد کنه، به خیلی چیزا استناد بکنه و در دادگاه ثابت کنه که از نظر شرافتی احساس خطر میکنه. در این صورت شاید دادگاه اجازه بده که زن مسکن علاهده داشته باشه که اونم شرایطی داره و این شرایط همواره زن رو حمایت نمیکنه به صورت مطلق، یعنی به این صورت که تأمین کنه رفاهشو، فقط ممکنه جانشو نجات بده و اگر که این مواد قانونی وجود داره در شرایطی که مردها معمولا مال و اموالشون رو اگرم دارن مخفی میکنن، قایم میکنن، حتی به دولت اعلام نمیکنن برای اینکه فرار کنن از مالیات، بسیار کار مشکلی اثباتش، ولی در هر حال این امکانات قانونی هست و تا هست باید ازش استفاده کرد. ماده 1116 قانون مدنی میگه در مورد ماده فوق، مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته، محل سکنای زن به ترازی طرفین معین می شود و در صورت عدم ترازی محکمه با جلب نظر اقربای نزدیک طرفین منزل زن را معین خواهد نمود و در صورتی که اقربایی نباشد خود محکمه محل مورد اطمینانی را معین خواهد کرد. پس می بینید که حتی منتظر نمی مونند که دادگاه به پایانش برسه. یه زنی زندگیش در خطره و ثابت کرده که این مرد خشونت می‌ورزه یا این مرد شرافتشو به خطر انداخته. در این صورت میگن فعلا با ترازی همدیگه دادگاه میگه که باید این زن جای دیگه‌ای زندگی کنه تا وقتی که حکم دادگاه صادر بشه. اگر زن برنده شد و توانست ثابت بکنه ادعای خودش رو، در این صورت دادگاه اجازه میده که زن مسکن علاهده‌ای داشته باشه و در این حالت دیگه نفقه به زن تعلق میگیره، چون این زن ناشیزه نیست. چرا؟ برای اینکه به سلیقه شخصی خودش خانه رو ترک نکرده و بلکه بر پایه حکم و رضایت و نظر دادگاه خانه رو ترک کرده. این به زن کمک میکنه که بتونه حقش بر مطالبه خرجی و نفقه رو و دوا و درمون و مسکن و زندگی رو حفظ بکنه. ولی خب متاسفانه باید بگم که به علت وضعیت بسیار نابسامان اقتصادی و وضعیت نابسامان مالیاتی که ثروت درآمد مردها و زنها حتی در ایران خیلی مشخص نیست و ممکنه که یه مرد خیلی پولدار باشه ولی پولش دست بازاریا باشه، دارن باش کار میکنن، ربا میگیره ولی سندی وجود نداره براش و زن چندان نتونه نفقه و خرجی دریافت بکنه، چون این به هر حال متناسبه با وضعیت مالی مرد. و من موکلی داشتم که اون مرد زده بود بعد از 40 سال زندگی دنده هاش شکسته بود و ما که توانستیم دادگاه متقاعد کنیم، نهایت دادگاه ماهی 10,000 تومن خرجی قرار داد که اون مرد بده، که اون مرد گاهی وقتا 3 ماه 4 ماه هم نمیداد، باید اجرایی صادر میشد و بسیاری مشکلات. و این زن مجبور شده بود بره منزل مثلا دامادش زندگی کنه یا منزل عروسش زندگی کنه و در همه این وضعیت ها به هر حال غرورش صدمه میخورد و خوشحال نبود. اینو موارد اجرایی که پیش میاد، ولی من در اینجا فقط از قانون برای شما صحبت میکنم. اگر که ماده 1002 قانون مدنی رو نگاه بکنیم، میگوید اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد.
اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد، مرکز امور او اقامتگاه محسوب است. اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود. این یک تعریف کلی از اقامتگاه، ولی این تعریف کلی اقامتگاه زن رو در بر نمیگیره. اقامتگاه زن همونطور که براتون توضیح دادم همون اقامتگاه شوهر هست، و اگر که زنها بتوانند این حق رو به صورت شرط ضمن عقد در قباله ازدواجشون بگنجونن و امضای مرد رو بگیرن، به خودشون کمک کردن. لزومی هم نیست که حتما در موقع وقوع عقد نکاح این اتفاق بیفته، میتونه در هر زمانی زن مرد رو متقاعد کنه که باهاش بره دفتر خونه و بعضی از این حقوق رو که زن نداره بهش تفویض بکنه. این حق همواره برای زن وجود داره. زنهایی که در موقع عقد نکاح این شرط ضمن عقد رو نتوانستن یا اصلا نخواستن یا اساسا جهل داشتن نسبت بهش و نمیدونستن به امضای مرد نرسوندن، نگران نباشن. همین الان حتی اگه 30 سال 40 سال هم از زندگیشون گذشته باشه میتونن این حق رو به امضای مرد برسونن، اگر بتوانن البته رضایتش رو جلب بکنن. خب بحث رو به پایان میبریم امروز، ولی فقط یه سوال مهم هست که بدونید که بعضی رو میپرسن حالا محل شهر چی میشه؟ آیا اقامتگاه چجوری باید بنویسن که این اقامتگاه مثلا فرض کنین جهانی باشه یا هر نقطه ای از شهر رو در بر بگیره؟ بستگی داره. اگر اینکه کلی نوشته شده باشه خب بیشتر مفهومش اینه که در همون شهری که ازدواج کردن، ولی اگر بخوان جزئی تر نگاه کنن خب خوب است که اسم شهری خاص رو بنویسن، یا اگر که بیش از یک شهر مورد نظرشونه اون رو هم بنویسن. در هر حال اینها همه بستگی داره به چگونگی تعیین الفاظ، و همونطوری که گفتم بستگی داره به اینکه مشاور حقوقی که زن یا زن و مرد انتخاب میکنن برای اینکه این الفاظ رو درست انتخاب بکنن چگونه مشاوره بده، و حتما خوبه که از نظر مشورتی برای حفظ حقوق خودتون در موضوع حق آزادی حرکت استفاده کنید. متشکرم و خداحافظ. بهره برداری امن از موبایل و اینترنت، زن، حقوق فردی و اجتماعی، سازوکارهای جلوگیری از نقض حقوق بشر، پویشی در مفهوم دموکراسی، مروری بر پایگیری نهادهای مدنی در ایران، اندیشه‌های نوین از حقوق کارگران، آموزش خبرنگاری، حقوق شهروندی امروز و محیط زیست. توانا، رایگان توانایی ما را به سمت انسان امروزین جهانی متمدن تازه می‌کند. برای شرکت در این کلاس‌ها به توانا.org بروید و با جیمیل مستعار ثبت نام کنید. از طریق فیسبوک، توییتر و شبکه یوتیوب می توانید آموزشکده توانا را دنبال کنید. توانا آموزشکده است برای جامعه مدنی ایران.